هستی که توی بازی این بازیه این گل بچه پلی کنید این گل اول هست که اینجا تک میزنه اهل شاخه بعد میگن آقای شما چارتی که قبلا تراکتور چرا این کاری کرد بابا تو هر فوتبالی شما با این دید نگاه کنید هر گلی که زده بشه که اشتباه میکنه کم گل میزنه دیگه این خیلی طبیعیه یا مثلا اینجا میره یه لحظه دید که سوگیتا داره میاد رفت ترک زد بنده خدا حالا این همه پدرش رو در آوردن یا این صحنه مثلا اینجا کنانی زادگان هم اشتباهی که تو جام ملت‌ها کرد فکر آفساید دستش برد بالا اینجا توپ میره اونور میاد دروازه اشتباه دخصوص و توپ در دمه دروازه قرار ولی همین دخصوص مثلا چند تا توپ رو توی مسابقه گرفت چه میدونم همین کنانی زادگان چند تا توپ اومد قطع کرد ما موقعیت گلزنیمون دقیقاً همین رو میخوام بهش اشاره کنم اینجا این بنده خدا اولین بازیه که ابتداش بازی میکنه صادق رضانیا یه دقیقه هنگ میکنه آقای هر بازیکنی که اولین بازی کنه اشتباه رو ممکنه بکنه من میگم اما چرا این اتفاق رخ میده اینکه این همه شایبه در مورد این بازی وجود داره این مثلا یکی دو تا اشتباهی که در طول مسابقه این بازیکن‌ها انجام میدن که اینا هم کیه همون محمد اهل شاخه است فکر کنم دوباره اشتباه که ضربه استوکس خود به تیر دروازه و این نکات مثبت هم این بازیکن‌ها داشتن بچه تیم آنالیز ما اینو نگاه کردم مثلا اینجا خود همه اهل شاخه توپو دفع کرد اما اول مسابقه این نکته رو دقت بکنید اینو فکر کنم اوایل مسابقه بود اینجا طیبی اینجا اشتباه میکنه فکر کنم ثانیه 20 بازی بود گزارشگر هنوز گزارش شروع نکرده بود ثانیه 20 بازی ما بودیم میگفتن اونا همین میگن یعنی من دارم بابا دارم اصلا دفاع میکنم اینا سیزه ده من میگم و این موقعیت است که تیم ماشتازی ایجاد کرد یعنی اگه میخواست مثلا بازی رو اینو میتونستن توپ رو گل کنن دیگه توپ رو موسف فروزان با سیو عالی دروازه رو نجات داد یعنی این نکات هم این ور قضیه هم باید ببینیم که این همه حمله کرد ماشتازی این همه تلاش کرد برای گل زدن این همه فرصت تونستن خلق کنن رو دروازه تراکتوری که به قول آقای نصیر زاده استقلال و سپاهان نتونستن کار خاصی بکنن من میگم این دلیل این همه شایبه‌ای که به وجود میاد اینه که این کار نباید انجام میشه در ابتدای فصل نباید انجام میشده همین بس هم در ابتدای فصل آقای چی نباید انجام میشد جان اصلا نه من موافقت انجام میشد که این دو باشگاه به این شکل آقای فردوسی پور ببینید حداقل اون چی که در رابطه با همون موضوع مجوریتی یا کد در واقع فشار اکثریتی هست بیشتر تو دوتا تیم پایتخته این بچه ها شما الان مرد سال خاصی انتخاب کنی همونایی میان که بیشترین هوادار رو در اونور دارن بعد خود به خود همینا تو فضای مجازی در اختیارشونه همینا موقعی که تراکتور رو اینجا دیگه مجبورن تراکتور رو بگم دیگه بله. تراکتور رقیب خودشون میدونن میان به ما تهمت میزنن